در همین حال ساختمان انستیتوت تعلیمات عالی هنرها و معماری افغانی فیروزکوه پس از بازسازی به بهره برداری سپرده شد. تعمیر انستیتوت تعلیمات عالی هنرها و معماری افغانی فیروزکوه پس از بازسازی به بهره برداری سپرده شد. این انستیتوت شامل 4 دپارتمنت کار روی چوب، خطاطی، سرامیک، زرگری و حکاکی است. در حال حاضر نزدیک به 110 محصل در این مرکز هنری مصروف تحصیلند. سلطان حسین حساری سرپرست وزارت انکشاف شهری میگوید که مؤسسه فیروزکو زمینه این را مساعی ساخته تا از ارزش های گذشته برای کارکردهای امروزی استفاده شود. از مؤسسه فیروزکو انتظار داریم این هست که البته بخشش برآورده شده و او عبارت از استفاده از اجزا و عناصر معماری قدیم که در واقع مجموعی از اینا هویت ما را تشکیل می‌ده، تاریخ ما را می‌سازد و به ما از گذشته های ما خاطرات گذشته های ما را زنده می‌سازد. در همین حال یونس نوانده شهردار کابل می‌گوید که این اداره به بازسازی شهر کابل متحد است. نسلی را به خاطر از اینکه بتواند با صنایع و تمدن و فرهنگ گذشته شهر کابل دوباره احیا بکنند و او را زنده نگاه بکنند دریجه ایجاد کردن که بسیار زیاد اهمیت دارد. ما از همه استادای محترمی که در این راستا به خاطر پرورش نسل جدید و نسل نو ما همت گماشتن صمیمانه تشکر میکنم. انستیتوت فیروزکو هنرمندان را تربیت میکنند. افراد مذکور نه تنها در این انستیتوت برای خود کار میکنند، بلکه برای افغانستان زمینه تجارت را با دیگر کشورها فراهم میکنند. افراد مذکور توانستند از طریق این انستیتوت به هزینه بیش از 1 میلیارد دلار آثار خود را به فروش برسانند. مسئولان مرکز هنری فیروزکو از همکاری نهاد خارجی در زمینه بازسازی ساختمان این مرکز قدردانی کردند. ساختمان انستیتوت فیروزکو با کمک مالی کشور کانادا و مؤسسه USAID ساخته شده است. خبرهای منطقه و جهان تا لحظات دیگر تقدیم می شود، اما قبل از آن پیشبینی وضعیت هوای پایتخت و برخی از شهرهای مهم کشور. ادامه خبرها با همکارم همت الله میثاق. تشکر سروش. سلام به این بخش خبر نیز خوش آمدید. اسناد به دست آمده از محل سکونت بن لادن به اندازه کتابخانه یک دانشگاه کوچک است. دولت آمریکا میگوید کشته شدن بن لادن برای آنها یک دستاورد است. با گفته مشاور امنیتی کاخ سفید، اسناد به دست آمده بیشترین اسناد است که تا اکنون از نزد شبکه تروریستی به دست آمده است. در همین حال دولت پاکستان وعده داده است که موجودیت بن لادن در خاک آن کشور را مورد تحقیق قرار دهد. دولت آمریکا گفته بود که اسناد به دست آمده از محل سکونت بن لادن بیشترین اسنادی است که تا کنون از نزد شبکه های تروریستی به دست آمده است. یک مشاور امنیت ملی آمریکا به روز گذشته اعلام کرد که این اسناد به اندازه کتابخانه یک دانشگاه کوچک است. تام دانیلون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته است در عملیات به منزل بن لادن مقدار عظیمی از معلومات را به دست آوردند. این بزرگترین دستاورد است که ما در تلاش‌های خود بر علیه القاعده داشتیم. ما پس از ارزیابی سال گذشته برای مردم آمریکا گفتیم که فشار بر القاعده آنقدر زیاد بوده است که از سال 2001 تا کنون در ضعیف‌ترین موقف قرار داشتند. آمریکا برای اینکه بداند مقام‌های پاکستانی از موجودیت بن لادن در خاک این کشور اطلاع داشتند یا خیر، دولت این کشور را تحت فشار قرار داده است. در همین حال حسین حقانی سفیر پاکستان در آمریکا گفته است حکومت پاکستان در صورت آگاهی از موجودیت بن لادن بدون شک اقدامات لازم را اتخاذ می‌کرد. اگر هر عضو حکومت پاکستان، قوای نظامی و یا هم استخبارات آن کشور می‌دانست که بن لادن در پاکستان است، حتما اقداماتی علیه آن انجام می‌دادند.
حقانی گفت کشورش متعهد است تا موضوع موجودیت رهبری القاعده را در آن کشور مورد تحقیقات کامل قرار دهد. کشته شدن بن لادن در پاکستان در یک عملیات ویژه برنامه ریزی شد و 40 دقیقه زمان برد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است آن 40 دقیقه عملیات طولانی ترین زمان عمر او بوده است. یکی از مقام‌های سازمان ملل متحد پرسش‌هایی را در مورد این که چرا بن لادن زنده دستگیر نشد و آمریکا او را کش مطرح کرده است. اما آقای اوباما گفته است هر کس فکر می‌کند که بن لادن رهبر دهشت افغانان مستحق این کار نبوده باید سر خود را تداوی کند. خشونت ها در سوریه ادامه دارد. نیروهای امنیتی سوریه بر سر منطقه مرکزی که یکی از مراکز تظاهرات سراسری مخالفان بشار اسد به شمار می رود حمله کردند. گروه های حقوق بشر می گویند در جریان تیراندازی های شدید یک پسر 12 ساله نیز کشته شده است. در همین حال مقام های سوریه اعلام کردند که بیش از 10 تن در حمله گروه های مسلح تروریستی کشته شدند. دولت سوریه برای سرکوب مخالفان دولت بشار الاسد از خشونت کار می گیرد. نیروهای امنیتی سوریه در بخش‌های مختلف شهر اومسکی یکی از مراکز تظاهرات سراسری مخالفان بشار الاسد است حمله کردند. گروه های حقوق بشر می گویند در جریان تیراندازی های شدید در این شهر یک پسر 12 ساله کشته شده است. برخورد این چنینی دولت بشار الاسد با معترضان سوری با انتقادهای شدید جامعه جهانی مواجه شده است. همچنان رسانه های دولتی سوریه گزارش داده است که 10 کارگری که از همیس عظیم لبنان بودند توسط باندهای مسلح کشته شدند. گفته می شود که پیش از آغاز عملیات در همیس برق و تمامی خطوط ارتباطی این شهر 1 میلیون نفری قطع شده بود. به دلیل ممنوعیت ورود خبرنگاران خارجی به سوریه تایید این گزارش ها موثق بوده نمی تواند. گفته می شود که حدود 15 نفر از نمازگزاران در جریان تظاهرات روز جمعه در همیس نیز کشته شدند. همچنان در جریان این تظاهرات حدود 200 تن از جمله یک جوان نیز دستگیر شده است. در همین حال مقام‌های سوریه از کشته شدن 11 سرباز و پلیس در حمله گروه‌های مسلح تروریستی خبر داده‌اند. نوبت به خبرهای ورزشی است. ادریس، تشکر از شما. سلام. لیگ برتر شهر کابل با برتری پرگل تیم پیروزی پیگیری شد. در ادامه ششمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر شهر کابل روز گذشته 1-1 انجام شد که تیم پیروزی برابر حریفش جشنواره‌ای از گل براه انداخت. در این روز دو تیم سرمیاشت و پیروزی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت و پس از 90 دقیقه تلاش بازیکنان تیم پیروزی توانستند با حساب پرگل 5-1 سرمیاشت را در هم کوبند. در این در روز رقابت ها 8 تیم از سراسر شهر کابل حضور به عمل رساندند و برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت می پردازند. رقابت های فوتبال لیگ برتر شهر کابل همه روزه با یک دیدار پیگیری می شود. چهره 4 تیم رقابت های والیبال کشورمان مشخص شد. در ادامه اولین دوره رقابت‌های انتخابی تیم ملی والیبال بانوان کشورمان امروز چندی دار انجام شد که با پیروزی و صعود تیم‌های برتر و مرحله نیمه نهایی همراه بود. در این روز سرمیاشت برابر قندهار به برتری 2-0 رسید. تعلیم و تربیه با همین نتیجه هرات را شکست داد. همبستگی مقابل الزهرا و پیروزی 2-0 دست یافت و امید فردا نیز برابر سوپی کلاب حاضر نشد و در نهایت تیم سوپی کلاب 2 امتیاز این دیدار را بدون مساف با حریف کسب کرد. و این ترتیب 4 تیم سرمیاشت، سوپی کلاب، همبستگی و تعلیم و تربیه در مرحله نیمه نهایی این مسابقات با یکدیگر به رقابت می پردازند. در این پیکارها ورزشکاران از 3 ولایت کابل، هرات و بلخ حضور به عمل رساندند و برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت می پردازند. این رقابت ها فردا نیز با چند دیدار پیگیری می شود.